به نام یاد پروردگار به همتا دانش آموزان عزیز سلام امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشین در خدمت شما عزیزا با یک درس جدید از مضمون کیمیای سنفی 11 هستم ما و شما در مورد گروپ پنجم با هم خوانده بودیم و نماینده گروپ پنجم اصلی را هم مطالعه کردیم که او اگه یادتان مانده باشه انصار نایتروجن بود بعضی موارد در قسمت نایتروژن با هم دیگه خواندیم امروز در و هفتمین درس طریقه های استحصال نایتروژن را با هم دیگه میبینیم و در آخر درس با هم میبینیم که نایتروژن در کجاها استفاده میشه بیاین که بریم اول از استحصال با هم شروع کنیم خب استحصال نایتروژن به سه تا روش امکان پذیر است این سه تا روش کدام هستند تقطیر هوای مایه از تجزیه امونیم نایترایت و از اکسیدیشن هایدرازین سه تا روش که در دا داخل کتاب به ما و شما گفته البته به این معنا نیست که دیگر روش های وجود ندارد خیلی روش های متفاوت دیگه هم امکان داره که موجود داشته باشه که صد درصد وجود داره اما در دا اینجا ما و شما فقط سه دانه روش را که در کتاب ما نامش گرفته با هم میخوانیم اولین طریقیش از تقطیر هوای مایع هست شما ها عزیزا میفهمین که هوایی که در اطراف ما وجود داره حالت گاز را داره ما و شما این هوا را اگر مایع بسازیم میتانیم از او نایتروژن را بدست بیاریم چه رقم میتانیم؟ بیاین با هم ببینیم میگه در این طریقه یا در این طریقه ما امی... اول میگه هوا رو سرد ساخته تا مایی شود در قدم اول هوا رو سرد میسازیم و بعدا حرارت را در منفی 196 یا منفی 195 تنظیم نموده تا نایتروژن دوباره به گاز تبدیل شود به خاطر که امو درجه است که نایتروژن پس دوباره از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه و از مخلوط هوای مایع جدا گردد ما در اینجا یک ویدیو را هم برش داریم شما از ببینین در هوا 78 فیصد گاز نایتروژن شامل است 20 فیصد گاز اکسیژن هست و یک مقدار های کم گاز آرگون و گاز کاربون دای اکساید و یگان گازات دیگه هم وجود داره قسمت اعظم خود هوا نایتروژن است که به حالت دو اتمی یافت میشه و ما ای را میتونیم توسط مایع سازی به دست بیاریم در قدم اول هوا را از یک فلتر رو بور میتیم تا گرد و خاکش جدا شد بعد سرد میسازیم در مرحله دوم تایی حالت مایع را به خود بگیره در منفی کل هوا حالت مایع را به خود میگیره حالا ما و شما وقتی که در منفی دو درجه ساختیم کل هوا مایع شد قسمی هست که اینمی گازات هر کدامش درجه غلیان زبانی و غلیان و انجمادش متفاوت است در درجه زوبان خود ذوب میشن حالت مایر بالاخره میگیرن هر کدام رو برمان نشان میده که مثلا آرگون، اکسیژن، اینا در کدام درجه های حرارت ذوب میشن نایتروژن در کدام درجه ذوب میشه هر کدامش به یک درجه متفاوت ذوب میشه حالا وقت مایر منفی دو بسازیم همه حالت مایر داره پس دوباره میاییم اینمی هوایی رو که مایع ساختیم آهسته آهستگ اما گرما را از سر از پس می در مرحله سوم در برج تقدیر از منفی 200 پس گرمی میاریم در منفی 196 درجه در منفی 196 درجه فقط گاز نایتروژن جدا میشه فقط یک جز چرا این دیگرایش درجه زوبانش هنوز درجه غلیانش بلندتر است در منفی 186 آرگون در منفی 183 اکسیژن جدا میشه به این ترتیب هر کدام از یا دانه دانه جدا میشه میریم بر روش دوم عزیزا ما روش اول رو دیدیم با هم اکسیژن را هم اگه شما در های گذشته دیده باشین اکسیژن هم به می روش میتونستیم دست بیاریم همین جمع شما دیدین که یک بخشی از هوا اکسیژن است اکسیژن را هم میتونستیم به می روش بدست بیاریم آرگون را هم میتونستیم به می روش بدست بیاریم و نایتروژن که قسمت عمده هوا هم هست به می روش بدست می آمد دومین طریقه دومین طریقه عزیزا از تجزیه امونیم نایترایت است ما این مرکب امونیم نایترایت است میگه دهی روش امونیم نایتراید را حرارت میتیم ما یک مقدار از این ماده را میگیریم حرارت میتیم در داخل یک ظرف در نهایت تجزیه شده و گاز نایتروژن حاصل میشه البته در کنارش آب هم تولید میشه خوب است با هم معادله از این را بنویسیم میخانیکیتش با هم توضیح بتیم که به چه ترتیب میشه خب عزیزا دقت کنین ما در اینجا امونیم نایترایت را داریم زمانی که امونی هم نایترایت را ما و شما حرارت بتیم بر ما گاز نایتروژن از این جدا میشه قسم که نایتروژن که در اینجا است و نایتروژن که در اینجا است اینا از داخل مالیکول بیرون میشن بر ما و شما N2 دو دانست است هر دویش یک جای میشه هایدروژن و اکسیژن باقی میمانند خب آل ببینین چند تا هیدروژن باقی مانده چند تا اکسیژن چهار تا هیدروژن دو تا هم اکسیژن زمانی که این دو تا عنصر یک جای باشن معمولا آب هم می سازن چون آب هم هیدروژن داره هم اکسیژن H2O H2O آب تشکیل میشه در یک مولکول آب دو دانه هیدروژن یک دانه اکسیژن شامل است ما در اینجا داریم دو دانه اکسیژن یک اکسیژن ما در یک مولکول آب وارد میشه مولکول دوم یا اتم دوم مولکول دوم را میسازه و اینجا دو مولکول آب را میسازد حالا دو تا اکسیژن داریم دو تا اکسیژن داریم دو ضرب دو میشه چهار تا هیدروژن ما اینجا هم چهار دانه هیدروژن داریم دو دانه نایتروژن داریم اینجا هم دو دانه نایتروژن داریم پس وقت ما میایم این مرکب را حرارت میتیم میتونیم به این ترتیبی به دست بیاریم گاهی وقتا به خاطر که ای تعاملات سریع تر انجام شود کتالیست اضافه میکنن میتونن همراهش کتالیست های را اضافه کنن که این تعامل یک اندازه سرعتش بیشتر شود کتالیست مواد است که سرعت تعامل را زیاد میسازه خودش در تعاملات مصرف نمیشه پس در آخر سر بدست میه پس ای در مورد کتالیست هاست حالا در اینجا شاید کتالیست های مختلف از جمله منگان دای اکساید همراهش مخلوط شود میریم به سمت مورد دوم با هم دیگه میبینیم که در دومین مورد ما و شما در سومین طریقه ببخشید سومین طریقه که مثلا معادله ما دومین معادله میشه با کدام روش میتونیم گاز نایتروژن را حاصل کنیم سومین روش از اکسیدیشن هایدرازین عزیزا این میشه هایدرازین ما در این طریقه از هایدرازین به اساس انمی معادله میتونیم نایتروژن را دا بدست بیاریم ببینین یک معلومات جانبی به شما بگم اول گاز هایدرازین سوخت موشک است و این مرکب حالت حالا میتون حالت مایع داشته باشه گاز نیست ببخشید حالت لیکوید است حالت مایع هست فوق العاده بی ثبات است مرکبات که بسیار بی ثبات باشند اندکی که ضربه ببینن انفجار میکنن یا به مو حالت است رقم پتاقی واری اگر بگیرین هایی که در تفنگچای میخوره اگه بان این سریش یک سنگ بزنین انفجار میکنه با ضربه به ثبات است انفجار میکنه یا با ضربه انفجار میکنه فرض که اگه مثلا در دست ما بوتلش باشی به زمین بزنیم باعث انفجار میتونه شود بسیار باید احتیاط شود در قسمت این او تعاملات معمولا این تعاملات هایدرازین ما در لابراتوار ها انجام نمیتیم اصلا امون روشی که در در تخته کار کردم در لابراتوار ای از این روش میتونن که نیتروژن رو بدست بیارن در صنعت از او روش اولی که تقطیر هوا هست حالا این هم یک روشی هست که میتونه گاز نیتروژن رو تولید کنه اندو دو اچار ای هست که نامش هست هایدرازین و ای بارها در کانکور هم پرسان شده فرمول هایدرازین کدام است؟ به خاطر که نام ازی با فرمولش بیخی اصلا مطابقت نداره مثل دیگر آوره که مثلا میگفتیم سودیام اکساید که از اونجا تشخیص داده بتانیم این مثل آب باره است او اصلا تشخیصش سخت است که آدم بفهمه که در این کدام مناصر هست حداقل از هایدرازین شاید آدم شک کنه که هایدروجن داره اما نایتروژنش هی ددل آدمم نمیگرده از روی نامش که در اینج نایتروجن باید باشه اکسیدیشن وقتی میگیم یعنی تعامل با اکسیژن ما اینجا میایم با اکسیژن ایده تعامل میتیم با اکسیژن وقت تعامل میتیم میشه اکسیژن هایدروژن ها رو به خود جذب کرده و نایتروژن ها جدا شده حالا ما ایرم بعد تخته برای شما میخوانی که اتایش کار میکنم به خاطر که مطلب را واضح تر بهتر درک بتانین N2H4 نام ازی چی بود؟ هاید را این می آیم امرای یک جا می کنیم وقتی هر دو یک جا شد در تعاملات کیمیاوی میل ترکیبی خیلی زیاد اهمیت داره یکی از رمزهای کیمیایی است که هیدروژن و اکسیژن میل ترکیبیشان خیلی زیاد است وقتی در یک تعامل هیدروژن با یک انصار دیگه است در مقابل اکسیژن میایه هیدروژن معمولا با اکسیژن میره تعامل میکنه یعنی این انصار قبلی ده پس رها سازه. از او خود آزاد می سازه. دلیلش میل ترکیبی است معمولا میل ترکیبی شرط اول است یعنی با همدیگه اول یک میل ترکیب داشته باشن بعد از او با سرعت تعامل که اینا بس میتونن تعامل کنن یا نمیتونن خب دو تا میل ترکیبیش خیلی بالاست هایدروژن ها با اکسیژن وقتی یک جای میشه یادتان نره آب میسازه در اکثر مواقع آب رو میسازه حکم مطلق نکدم نگفتم صد فیصد آب میسازه گفتم اکثر مواقع آب رو میسازه اینه آب رو ساخت نایتروژن ها اینجا قسم شده که دو تا هیدروژن کدی یک اکسیژن دو تا هیدروژن با یک اکسیژن دیگه هم میره به این اساس تنها نایتروجن در اینجا باقی میمونه نایتروژن ها هم میاین هر دویشان جدا میشن این هم یکی از روش ها برای استحصال گاز نایتروژن خب عزیزا این بوده از موارد خود یه هایی که ما میتونیم استحصال کنیم گاز نایتروژن ده میریم به سمت موارد استعمالش ما این گاز رو گفتیم به این طریق به دست می و چه به درد ما می خوره گاز نایتروژن خود هوا هم بسیار زیاد هست یکی از موارد استعمالش در زراعت است نایتروژن در ساخت کده های کیمیاوی نباتات بر علاوه که آب ضرورت داره غذا ضرورت داره غذای نباتات اونمون منرال هایی هستن که اونا رو در قالب کودها ما بر زمین میتیم و به نبات مندازیم تا او را نبات آیست آیسته بتانه که جذب کنه و نایتروژن یکی از عناصر بسیار بسیار ضروری در ترکیب نباتات است نباتات سبز رنگ در ترکیب خود کلروفیل داره عنصر اساسی در ساخت کلروفیل نایتروجن است کود سفید را که ما و شما به نباتات اضافه میکنیم صرف به خاطر نایتروژنش مندازیم دقیق به خاطر نایتروژن کد سیاه به خاطر بعضی موضوعات دیگه ایش از باز کد سفید یوریا هست یوریا یکی از عناصر اساسیش نایتروژن است بنابراین در ساخت کودهای کیمیاوی نایتروژن رول اساسی داره دوم در دا ساخت مواد انفلاقیه و دینامیت در ساخت مواد انفجاری نایتروژن معمولا از جمله عناصری هست که در مرکباتی که باز از اونا میتونن مواد انفجاری را بسازن عنصر اساسی است اینال مواد انفجاری فقط به خاطر جنگ نیست دیگه معمولا وقت راه ها را میخواین راه های مواصلاتی را باز کنن از یک منطقه به یک منطقه دیگه از طریق کوه میان با انفجارهایی که ایجاد میکنن سنگ ها رو مشکنانن و سریعتر میتونن راه را درست کنن و یک کار دیگه نایدروژن در ترکیب پروتین هاست که معمولا پروتین ها را هم در تبابت استفاده میکنن جور میکنن بالاخره ملتی ها تا اینکه که او در ترکیبشان بعضی پروتین های دیگه میتونه باشن بالاخره جورش میکنن برای بر کسایی که ضرورت داشته باشن چون این فرمول که میبینین فرمول پروتین هست فرمول کلی امو اساسی امینو اسید هاست که در کل باز امینو اسید ماده اولیه ساخت پروتین است و در اینجا ما نایتروژن داریم خب عزیزا این بود در موارد موارد استفاده نایتروژن و پایان درس امروزی رسیدیم امیدوار درس فامیده باشین تا روز آینده که با درس جدید در خدمتتون میباشم همگی به بالله یک تا میسپارم